بیش از نیم قرن است که شیعیان بحرین زیر ظلم و ستم حکومت سنی مذهب آل خلیفه قرار دارند. در همین راستا مرکز تحقیقاتی واشنگتن اعلام کرده که روند انتخابات بحرین نشان می دهد شیعیان بحرینی مورد ظلم و تبعیض قرار گرفتند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. مرکز تحقیقاتی واشنگتن در گزارشی درباره انتخابات اخیر بحرین از ظلم شدید علیه دو سوم ملت بحرین خبر داد که موجب شک و تردید درباره اوضاع این کشور می شود. این مرکز با انتشار گزارشی اعلام کرد نتایج انتخابات روش حکومتی دولتی را تعیین می کند که آن را سنی توصیف کرد. آن هم در حالی که شهروندان شیعه اکثریت ساکنان بحرین را تشکیل می دهند. شمار مسلمانان شیعه در این کشور دو سوم شهروندان را شامل می شود اما این موضوع به هیچ وجه در مجلس دیده نمی شود و بیشتر اعضای آن اهل سنت هستند در انتخابات پیشین نامزدهای شیعه فقط در 15 حوزه از 40 حوزه انتخابات پیروز شدند حتی سال 2010 که اهل تشیع به اوج قدرت خود سیاسی خود رسیدند در انتخابات صرفا 18 کرسی را کسب کردند در این گزارش آمده نشست های سیاسی اهل تشیع در کشور ممنوع شده و از طریق اعطای تابعیت به نیروهای اردنی و پاکستانی و دیگر کشورها به عنوان پلیس بر شمار شهروندان سنی کشور افزوده شده است این گزارش همچنین به اظهارات پاپ فرانسیس درباره آزادی دینی اشاره کرد که از دولت خاص از اجرای حکم اعدام دست بردارد این اظهارات به شکل واضح و روشن به این موضوع اشاره دارد که اکنون دو هزار جوان شیعه در زندان های این کشور به سر میبرند و بر اساس گزارش مرکز واشنگتن بسیاری از آنها با حکم اعدام مواجه هستند. فاطمه موسوی اخبار شیعه